در واقع دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیک شایع هستند که در فنوتیپ هایپرگلایسمی مشترک هستند. یعنی همه انواع دیابتی که مادر تیپ 1، تیپ 2، دیابت بارداری، انواع اختصاصی دیابت، اینا همه در قند بالا با هم مشترک هستند. چندین نوع مجزای دیابت وجود داره که بر اساس تقابلات پیچیده بین عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد میشن. این در ایجاد دیابت فقط عوامل ژنتیکی یا فقط محیطی نیستن، بلکه تقابلات پیچیده بین این دو عامل هست که باعث انواع اختصاصی و مجزای دیابت میشه. بسته به علت دیابت، عوامل دخیل در هیپرگلیسمی عبارتند از کاهش ترشح انسولین، کاهش مصرف گلوکوز، افزایش تولید گلوکوز. مثلا در مورد دیابت تیپ 1 ما نقص ترشح انسولین داریم، در مورد دیابت تیپ 2 ممکن مقاومت به انسولین باشه که باعث کاهش مصرف گلوکوز میشه، یا در نهایت وقتی خیلی طول بکشه منجر به کاهش ترشح انسولین میشه. یعنی یک علت یا جمعی از این علل باعث ایجاد دیابت بشه. دیابت چرا برام مهمه؟ چون دیابت یکی از علل اصلی بیماری مرحله انتهایی کلیه و دیالیز، یکی از علت‌های قطع تروماتیک اندام تحتانی، یکی از علتهای کلی بزرگسالانه. دیابت فرد رو مستعد بیماری‌های قلبی عروقی می‌کنه که خود بیماری‌های قلبی عروقی می‌دونیم که در حال حاضر یکی از علل اصلی مرگ و میر هستن. شیوع دیابت در هم نوع 1 و هم نوع 2، یعنی هر دو در جهان رو به افزایشه، ولی شیوع نوع 2 بسیار سریع‌تر داره افزایش پیدا می‌کنه که این امر رو به علت افزایش شیوع چاقی، کاهش سطح فعالیت متوقع پیشرفته شدن و سنتی شدن کشورها و بالا رفتن سن افراد میباشه، چون میدونید که خود کاهش سطح فعالیتم باعث چاق میشه. پس این علل باعث افزایش سریعتر دیابت تیپ 2 در دنیا هستن. دیابت شیرین نوع 1 3-5% در هر سال افزایش پیدا میکنه و علت این افزایش هم در دنیا ناشناخته است. پس افزایش دیابت نوع 1 3-5% در هر سال، علت ناشناخته.